وین یک نام عمر غنیمت شمریم، فردا که از این دیر فنا درگذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. بیشتر مردم خیامو با شعراش میشناسن، شعرهایی که در زندگی مردم ایران جاریه و در کنار دیگر آثار اندیشمندان ایرانی از جایگاه معتبری نزد مردم برخورداره. اما خیام در رشته‌های دیگه هم دستاوردهای زیادی داشته که در ادامه بهشون میپردازیم. خیام در دوره قرون وسطا، زمانی که سلجوقیان به تازگی قدرت رو در ایران به دست گرفته بودند، در سال 427 خورشیدی برابر با 1048 میلادی در شهر نشابور در خراسان که اون زمان مرکز دانش اندوزی بود به دنیا اومد. طبق نوشته های مورخین شغل پدر خیام خیمه دوزی بود. با این حال خیام کنجکاو و عاشق دونستن همه چیز بود. خواجه نظام الملک وزیر وقت دستور داد تا مدارسی در سرتاسر قلمرو ایران ساخته بشه و بعدها اسم این مدارس نظامیه نامیده شد. خیام هم مانند دیگران در نزد برخی از بهترین استادان اون زمان آموزش دید. اون برای تکمیل علوم ریاضی از نیشابور به سمرقند مهاجرت میکنه و در اونجا مهمترین و تأثیرگذارترین آثار ریاضی خودشو به جا میذاره، در ریاضیات و جبر تبحر زیادی به دست میاره و در سمرقند خیلی معروف میشه. نام خیام به گوش ملک شاه میرسه و ملک شاه از اون دعوت میکنه تا به دربار بیاد و در نیشابور به اکتشافات علمی مشغول باشه. اون زمان از تقویم هجری قمری استفاده می کردند و این تقویم 354 روز داشت و تاریخ فصل ها نامنظم می شد. این حالت باعث می شد که محاسباتشون به هم بخوره. مثلا پرداخت مالیات با دروی محصول انجام می شد و بعضی از سالها مامورین مالیات دوبار از کشاورزا و بازرگانا مالیات می خواستند، در صورتی که هیچ محصولی درو نشده بود و این مشکل ساز بود. ملک شاه از خیام خواست که تقویم جدید رو طراحی کنه تا مشکلاتشون حل بشه. خیام به همراه گروهی از ستاره شناسا به رصدخانه تازه تأسیس اصفهان رفتند و 8 سال حرکات اجرام آسمون رو با دقت زیر نظر گرفتند. خیام تقویمی طراحی کرد به نام گاه شمار جلالی که هنوز بعد از گذشت 900 سال دقیق ترین تقویم در جهان به شمار میره. خیام با استفاده از آخرین ابزار فناوری نجوم اون زمان یعنی استرولاب تونست به دقت موقعیت اجرامو ثبت کنه. اما در غرب کسی توجهی به رباعیات خیام نکرد که توسط ادوارد فیتزجرالد در نیمه قرن 19 هم ترجمه شده بود. تا زمانی که یه ویراستار یکی از کتابها رو خوند و متوجه شد که با چه شاهکاری روبروه. اون چند نسخه برای دوستان خودش ارسال کرد و این آغاز نفوذ خیام در میان مردم غرب شد، تا جایی که این کتاب کوچیکو در وسایل یک سرباز بریتانیایی پیدا کردن که در جنگ جهانی اول میون سنگران میخونده و زیر ابیات خط میکشیده. در شهرهای مختلف دنیا انجمنهای عمر خیام تشکیل شد و در بوشهر هم مراسمی قدیمی به نام خیام خانی میان مردم انجام میشه، در کنار هم جمع میشن و اشعار خیامو میخونن. تا که این غم آن خورم که دارم یا نه،